بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر گفت آقا چند سال پای منبر نشستی؟ یکی میگه 30 سال، رفیق ما میگه 5 سال، اون یکی میگه 20 سال، اون یکی میگه 40 سال، یکی میگه 60 سال. آقا 40 سال 60 سال پای منبرهای دین نشسته ای خواهر، از این مجلس به آن مجلس، تحول زندگی چی هست؟ اگر هست که نورون علا نورون نورون علا نور، اگر نیست چی فایده؟ هر ممبری باید برای متحول کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد جواد درویشی است، یکتن از خدمتگزارای این مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبدالله جوادی هستم، متعلم صنف 9. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید غنی کامرانی هستم، اصلا از شهر قندهار هستم، فعلا ساکن کابل هستم. سید احمد مظفری هستم. اسم من احمد زبی، تخلصم طاهری است، یکی از باشندگان منطقه افشار دارالامان. خودم دو شب در این مجلس خدمت کردیم، به خاطر که یک شب احیا کردیم و دو شب دیگه در خدمت مؤمنین بودیم. هر 3 شب قدر احیا کردیم. الحمدلله امسال فضیلت ای را بود که هر 3 شب قدر احیا کنیم. برای دوستان در مسجد بودیم، هر 3 شب قدر. خداوند توفیق حاصل که توانستیم هر 3 شب احیا بکنیم. ما شب 19 و شب 21 و شب 23 را در این مکان مقدس مسجد جامع افشار دارالامان برگزار کردیم. خود شب‌های قدر یک چیزی است که زندگی آدم رقم می‌زنه. اگه آدم از این شب‌ها استفاده کنه می‌تونه در آینده‌های خود پلان‌هایی داشته باشه، چون در این شب‌ها اعمال انسان نوشته میشه و انسان خود آماده می‌سازه برای چیزهایی که خوب باشه و خوب در نظر بگیره و پلان‌های خوب در آینده و زندگی خود داشته باشه. شب‌های قدری را یاد گرفتیم که بیدار ماندن تا صبح فقط برای این است که خود را به دیگران معرفی کنیم. برای این است که برای فرج آقای امام زمان ما دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که فرج ایشان هر چه زودتر معجل کنه و هر آرزویی که بستگی به او داره بتانیم که به او برسیم. شب قدر طور که از نامش پیداست شبی است که واقعا فضیلت خاص داره. خداوند در آیات متعدد قرآن کریم مخصوصا سوره قدر واقعا در این مورد اشاره کرده. سوره قدر لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزاران ماه کرده اجرزی بسیار زیادتر است و بسیار خوب است. به این ارتباط انسان میتونه که از همین شب ها با استفاده از همین شب ها یک مکتب خودسازی برای خود جور کنه. یعنی بیا در همین شبها تمام مسائلی که مشکلاتی که هست، بالاخره گناهانی که کرده، یک فرصت خاص است برای انسان که میتونه در این شبها برگرده دوباره طرف خداوند، برگرده دوباره طرف ذات الهی. خیلی چیزا یاد گرفتیم، توانست فهمیدیم که بیداری در سحر میتونه بر ما نور بده، قلب ما روشن کنه، چشم ما را به زندگی روشن کنه و خیلی در زندگی ما را کمک کنه به واسطه همین شبها. شب قدر که قسمی که از نامش پیداست، خداوند تبارک و تعالی در ذیل آیه مبارکه سوره انا انزلناه فی لیلة القدر به شب قدر اشاره فرمودند، که شب قدر شب است که برابر است با 1000 ماه، فضیلت داره، برتری داره، که اگر انسان بتونه شب قدر تجلیل کنه و یا احیا کنه برتری در نزد پروردگار پیدا میکنه بنده خدا، که قرب و منزلت پیدا میکنه و خداوند به واسطه امی 3 شبی که این بنده خدا جان خدا وقف عبادت و اطاعت پروردگار میکنه، خداوند ای را پاداشش در امی شبای قدر برش در لوح محفوظ برش نوشته میکنه و نامه عملش که نمی شب شب 23 است نزد آقای امام زمان عرضه میشه و نامه عملش در نزد آقای امام زمان مورد تاییدی قرار میگیره. مهمترین چیزی که آدم میتونه در شب قدر در نظر بگیره دعای خیر برای مؤمنین خودش است. اگه آدم در حق خود دعای خیر کنه، چون این شب شب است که دعا اصلا مستجاب میشه و رد نمیشه، و اگه در این شب آدم برای خود و مؤمنین دعا کنه انشاءالله زندگی خوبی داشته باشه.
به نظر من اول باید نعماتی که خداوند به ما داده اول شکر اونا را به جای بیاریم، بعد از او به خاطر فرج آقای امام زمان دعا کنیم تا این که حاجت ما برآورده شود و در مرحله آخر حاجت خود را مطرح کنیم. مهمترین کار، مهم اعمال مختلف داره، ولی گپ مهم و مهمترین کاری است که واقعا انسان از ته دل بیاید برگرده به سوی خداوند و بیاید توبه کنه. توبه از مهمترین اعمالی است که ما میتونیم در این شب، چون درهای رحمت بر روی انسان ها باز است، درهای رحمت بر روی بندگان خدا باز است. گناهانی را که قبلا انجام داده یا اشتباهاتی را که انجام داده، بیاید در این شب واقعا یک تعهد بسپاره به خداوند خود که ما در این شب میایم و یک تعهد میسپارم که خدایا این شب شب باشه که دیگه بعد از این ما تمامی اعمال ناپسند خود کنار گذاشته و بیایم رو به سوی اعمال پسندیده و بیایم واقعا و کسی باشیم که خداوند از ما توقع داره، به عنوان یک بنده بتانیم که حداقل یک فضیلت بندگی را ادا کرده بتانیم که ما در قبال نعمت هایی که خداوند به ما داده، در قبال خوبی هایی که خداوند نصیب ما کرده، ما بتانیم که از او نهایت استفاده را بکنیم. دعا برای ظهور آقای امام زمان، تلاوت قرآن، نماز خواندن و از کاری که وارد شده در این شب میتونه مهم باشه که ما بکنیم. مهمترین کار که در شب قدر باید ما انجام بدیم و یکی اعمال است که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی آمده که باید از ما دو رکعت نماز قدر بخوانیم که در رکعت اول بعد از الهم هفت مرتبه قل هو الله احد است، در رکعت دوم مثل رکعت اول خوانده میشه و بعدم صد مرتبه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین گفته شوه، هفتاد مرتبه استغفر الله و اتوب الی و صد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الی و بعدا صد رکعت نماز توصیه شده تذکر رفته در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی که باید زی اعمال ما در شبهای قدر باید انجام بدیم. چیزی که از معصومین علیه السلام روایت شده باید دوام مراحت شد، مثلا آدم نباید پیش کسی که میره اول زود حاجت خود بخواید، اول یک کم مؤدبانه چیزهایی که مثلا خدا برش داده یاد کنه، از نعماتی که خدا داده و از گناهانی کرده توبه کنه و بعدن حاجت خدا برای خدا بگوید، چون در رقم بسیار خوب میه و در روایت اهل بیت هم رقم میاد. بتانیم که درست با خدای خود ارتباط برقرار کنیم، یعنی که میتونیم که تنها در قلب خود دعا کنیم، اما مهم ارتباط است که با خدا چگونه برقرار میکنیم، چگونه راحت تر هستیم با خدای خود. خلوص نیت، به نظر ما تمام مسائل به یک طرف، ولی نیت خاص و نیت خالص، بیایم ما تمام مسائلی که هست کنار گذاشته و با صداقت و به خلوص نیت بیایم، بعد وقتی که ما برگردیم طرف خداوند، من مطمئن هستم که خداوند هیچ وقت صدای ما را به زمین نمیگذاره و ما میتونیم که از همین فرصت استفاده کرده، وقتی که نیت صاف، خلوص نیت داشته باشیم، حتما انشاءالله که خداوند میتونه توبه پذیر است و توبه ما را در این شبها، مخصوصا در این شبها قبول حق بفرماید. آداب زیاد از شرایط و آداب دعا کردن، مثل که یک مثالش مثلا مکان خوب باید باشه و چه مکان بهتر از مسجد و دیگه چیزها هم عوامل هست، مثلا در هر دعا قبل از دعا صلوات بر محمد و آل محمد، بعد از دعا صلوات بر محمد و آل محمد، میتونه باعث سازی شود که دعای ما مستجاب شود. در دعا یکی از اصول دعا همین موضوع به ترتیب دعا کردن و خوب دعا کردن و خوب چیز خواستن از پروردگار است که ما چیز را بخواهیم که خدا او را بر ما زمینش فراهم کنه و عطا کنه بر ما. یکی از او چیزهایی که خیلی مهم است در عصر حاضر که عصر آقای امام زمان است، ظهور آقا را ما از پروردگار تقاضا کنیم که بر ظهورشان تعجیل بفرماید. مهمترین دعایی که خودم کردم و سفارش میکنم که تمام عزیزانی که احیا میکنن داشته باشه، دعا برای فرج امام زمان است، چون وقتی که امام بیه تمام مشکلات جهان حل میشه. مهمترین دعایی که ما کردیم فرج آقای امام زمان اجل الله تعالی. در این شب مهمترین دعایی است که خداوند بیای از سر تقصیر اعمالی که ما اعمال ناپسند انجام دادیم بگذره و بالاخره ما بتونیم که توبه خدا به طوری توبه کنیم که دیگه بر نگردیم به گناهان سابقه یا کدام اشتباهاتی که قبلا انجام دادیم. مهمترین دعا برای تعجیل فرج آقای امام زمان که یگانه عامل است، یگانه منجی بشریت خود آقای امام زمان می باشد که ما میتونیم با دعا برایش
یک راه خوب برای آینده خود تعیین کنید. ما مهمترین دعای ما همین دعای بود که در جوشن تذکر رفته که بهترین دعاهاست که سبحانک لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار، که در دعای جوشن آمده که بهترین دعاست و بهترین معنا را داره که ما فقط با واسطه نمی دعا میتونیم که به خدا نزدیک شویم و خدا ما را از آتش جهنم براعت بده. از صدق دل خو خیلی چیزا خواستیم که اولش هم ظهور امام زمان است و بعدن برای عزیزان که در این شبامه از صدق دل خواستیم که هر حاجت دارن برآورده شوند. بزرگترین حاجت تمام ما ظهور آقای امام زمان است. خوب است در این شبها هم به خلوص نیت به همون شکل که دلها شکسته و به همون شکل که دلها آماده شده برای توبه، وقتی که ما طبعا از گناهانی که انجام دادیم، از اون مشکلاتی که اعمال ناپسندی که انجام دادیم آهسته آهسته کنار میریم و درای رحمت بر روی انسان باز میشه، واقعا جایی هست که در همین با همون شکستگی دل دعا شو برای ظهور حجت. دهی ما صدقه بتیم برای سلامتی آقای امام زمان و هر کار مستحبی ما را به امام زمان تقدیم کنیم، مثلا نماز مستحبی میخوانیم به نیابت از امام زمان، صدقه میدهیم به نیابت از امام زمان و هر کار خیری که میکنیم باید محورش امام زمان ما باشه. یکی از مسائلی که برای زمینه ظهور آقای امام زمان ما اینجا که فراهم کردیم مسئله خواندن دعای ندبه است که صبح های جمعه الحمدلله و المنه در منطقه ما ایج و قضا نشده و همیشه صبح های جمعه در تکه خانه عمومی همچنین مجلس داریم و همیشه برای آقای امام زمان اینمی دعاها را داریم و همچنان همیشه توصیه میکنیم به مردم که از یاد آقای امام زمان غافل نشوند و همیشه دعای سلامتی آقای امام زمان که اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن است و دعای فرجش که الهی عظم البلا و بره الخفاص را همیشه توصیه میکنیم به مردم و همیشه میخوانیم و ذکر زبان ما میباشه. مهمترین قدم این میتونه باشه که همیشه تلنگر بزنیم به بچه ها و کسایی که در این مجالس اشتراک میکنه تا بهترین دعایشان برای سلامتی و فرج آقای امام زمان باشه. همین خودش میتونه یک دریچه باشه برای ظهور امام زمان، چون شبها شبهای استجابت دعاست و اگر آدم ها و بچه هایی که در اینجا اشتراک میکنن برای سلامتی امام زمان دعا کنن انشالله مستجاب میشه برای آدمشان. همون گونه که در روایات ما خواندیم که بهترین اعمال در زمان غیبت آقا دعا برای فرجشان است که برای فرج ما بسیار دعا کنید، به خاطر که هم سبب گشایش کارهای خودتان است و هم برای فرج ما نزدیکتر میشه فرج ما. خودم شخصا خیلی از دعاهایی که سفارش شده برای فرج امام زمان خیلی از دعاها رو انجام دادیم و در مجالس اشتراک کردیم که معرفت در مقابل امام زمان بالا میبره، چون وقتی که آدم در یک کار معرفت نداشته باشه نمیتونه در او کار مؤثر باشه.